حالا تا ادامه داشته باشیم، ما از ساده ابتدایی ترین مطالب میگیم تا مطالب خیلی پیچیده و پیشرفتهش، تمام نکات ترکیبی و هر چیزی که هست رو میگیم، یعنی از اول بیس پایه شروع میکنیم تا برسیم به قسمت‌های سخت و بالاترش. خب همه اینجا اما میخوایم راجع به بافت عصبی با هم صحبت کنیم، راجع به بافت‌های عصبی. ببینید بافت عصبی از دو جور سلول تشکیل شده، سلول عصبی و سلول غیر عصبی. ما از دو جور سلول داریم، هم سلول عصبی داریم هم سلول غیر عصبی. خب ببینید بچه‌ها، سلول‌های عصبی یه سری ویژگی‌های خاص دارند. چه ویژگی‌هایی؟ توانایی تولید پیام عصبی. ببین سلول عصبی میتونه تولید پیام عصبی، هدایت پیام عصبی، انتقال پیام عصبی، این کارها رو سلول عصبی انجام میده. خب و سلول غیر عصبی که اینجا وجود داره، یک سلولی به اسم سلول نوروگلیه یا پشتیبان. ببین سلول غیر عصبی است، پس این سلولی که شما اینجا میبینید توانایی تولید، هدایت و انتقال پیام عصبی رو ندارد. پس اگر بگه هر سلولی که در دستگاه عصبی میبینم توانایی تولید پیام عصبی، توانایی هدایت پیام عصبی، توانایی انتقال پیام عصبی داره، غلط. دو، آقا یاد بگیرم این سلول غیر عصبیه یا نوروگلیاه یا پشتیبانه از کجا اومده، منشأش چیه. خب یه نکته رو خوب دقت کن بچه‌ها، ما میبینیم سلول مونوسیت که توی خون هست اگر از تو خون حرکت کنه بیاد تو بافت، تبدیل میشه به سلولای درشخوار یا ماکروفاژ ها، درسته؟ به این تبدیل میشه دیگه. این نکته ای رو اینجا دقت کن، نکته چیه اینجا؟ نکته اینجا اینه که در واقع سلول پشتیبان یک نوع ماکروفاژ است. ببین ماکروفاژ در بافت‌های مختلف اسمش فرق میکنه. مثلا ماکروفاژ رو من در سلول‌های کبد، در بافت کبد میگم سلول کوپر کبدی، ماکروفاژ رو در دستگاه عصبی بهش میگم سلول پشتیبان یا نوروگلیا. در واقع یک سلول غیر عصبیه ولی منشأش مونوسیده. پس من میتونم بگم آقا این سلول نوروگلیا توانایی ذره‌خواری دارد. توانایی چی داره؟ ذره‌خواری. خب حالا بریم با هم دیگه سلول عصبی رو بررسی کنیم، یک سلول عصبی رو با هم دیگه بررسی کنیم از چه اجزایی تشکیل شده. آقا من یک سلول فرضی اینجا میکشم، فرض کنی یک سلول عصبی است، ببینیم چه اجزایی داره، از چی تشکیل شده است. نگاه کنیم آقا این سلول عصبی یه سری زوائدی اینجا وجود داره که پیام عصبی رو میاره وارد نورون میکنه. به این زوائد ما میگیم دندریت، یا اصطلاحاً در زبان فارسی بهش میگیم دارینه. پیام عصبی رو میاره تو نورون. یه قسمتی وجود داره به اسم جسم سلولی، جسم سلولی که هسته و اندامک‌های سلول عصبی من اونجاست. پس آقا جسم سلولی چی میشه؟ هسته دارد، اندامک هم دارد. یادت باشه هسته فقط در جسم سلولیه، جای دیگه هسته نمیبینیم. ولی راجع به اندامک ها این حرف ها نمیتونم بزنم. یادت باشه اندامک در جاهای مختلفی دیده میشه، توی دندریت هم میتونم اندامک ببینم، در آکسون هم میتونم اندامک ببینم، ولی هسته فقط تو جسم سلولی. و یه قسمت اینجا وجود داره که پیام عصبی رو از نورون میبره بیرون، به این قسمت میگم آکسون یا آسه. و یادت باشه من به انتهای آکسون اصطلاحاً میگم پایانه آکسون، ما ته آکسون رو میگیم پایانه آکسون، اینجا پایانه آکسون. یه چیزی رو دقت کن حواسا به من، فرض بگیر دست من آکسونه، فرض کن یه کاغذ تلفن بردارم بیام همینجوری دور دستم بچرخونم، هی این لایه زخیم و زخیم و زخیم تر اینجا ساخته میشه. خب سلول نوروگلیا میاد چیکار میکنه؟ سلول پشتیبان قشاشو میچسبونه به آکسون، دور این همینجوری میچرخه، یه لایه زخیمی اینجا میسازه. این لایه زخیم رو من بهش میگم میلین. نگاه کن الان اینجا اینی که داری اینجا میبینی میلینه، این میلینه، اینم میلین.
خب و اینم هسته سلول نوروگلیه، اینم هسته سلول نوروگلیه است. پس چی شد؟ پس چی شد؟ الان اینا بهشون میگیم غلاف میلین. آقا جنس غلاف میلین چیه؟ جنسش غشا است. خب آقا غشا جنسش چیه؟ فسفولیپید داریم و پروتئین دیگه. پس غلاف میلین از جنس فسفولیپید و پروتئین است. خب از جنس بافت خون زهرا میتونیم بگیم، شبکه اندوپلاسمی رو میتونیم تو دندریت و آکسون هم ببینیم. یه جاهایی رو شما داری اینجا میبینی، یه جاهایی وجود داره که میلین نیست. نگاه کن بذار بهت نشون بده. ببین اینجا الان من میلین نمیبینم، این تیکه الان میلین نمیبینم، این تیکه الان میلین نمیبینم. ما به اینا اصطلاحاً میگیم گره رانویه. گره رانویه جاییست که میلین وجود ندارد. خب یه چیزی رو دقت کن، یه سوالی ازت میپرسم اینو جواب بده. آقا ما اینجا چند تا سلول نوروگلیا میبینیم؟ همه بگن چند تا سلول نوروگلیا داریم؟ بگو ببینم. بودو آها همه جواب بدیم بچه های دیگه، ما این سری کلاس نشستیم جواب بدیم. چند تا؟ وای کلا چهار تا. میگه آقا ما چهار تا سلول نوروگلیا میبینیم، اینا یکی دو تا سه تا چهار تا سلول نوروگلیا داریم. حالا یه سوال میگم اینجا چند سلول ژن سازنده میلین را دارند؟ چند سلول ژن سازنده میلین را دارن؟ بگو ببینم. خب یک سه پنج دیگه. آها یه نکته ای رو بچه ها دقت کن، یه قانون رو میگم اینو داشته باشیم تا آخر به دردمون میخوره، تا آخر به دردمون میخوره. حواست باشه همه سلول های بدن من از تقسیم میتوز یه سلولی به وجود اومدن مثل زیگوت، یعنی سلول زیگوت تقسیم میتوز کرده، زیاد شده زیاد شده زیاد شده و شده یک بدن یک جاندار. بنابراین همه سلول هایی که در بدن من وجود دارن همگی ژن های یکسانی دارن، چون همه از میتوز یه سلول به وجود اومدن دیگه. یعنی ژنایی که در سلول ماهیچه گران دیده میشه با ژنهایی که در سلول عصبی من دیده میشه، با ژنهایی که در سلولهای پوششی من دیده میشه، همه اینا اینه همن. پس چی میشه یه سلول میشه عصبی، یه دونه میشه ماهیچه، یه دونه میشه پوششی؟ مگه همشون ژن یکسان ندارن؟ میگم ببین مسئله اینجاست که بیان ژن فرق دارد. لزومی نداره توی یه سلول همه ی ژنا بیان بشه. شاید مثل چی مونه؟ مثل این مونه که آقا یه کتاب آشپزی داریم، تمام غذاهای دنیا رو دستور پختش رو توش نوشتیم، ولی من شاید 10 نوع غذا رو این تو درست کنم، شاید یه نفر دیگه 6 نوع غذا رو درست کنه، شاید یه نفر دیگه 20 نوع غذای دیگر رو درست کنه. ببین هممون دستور عملای یکسانی داریم، ولی هممون همه غذاهای یکسانی رو درست نمی‌کنیم. سلول ما هم اینن، همشون ژن‌های یکسانی دارن، دستورالعملشون یکیه، ولی یه سلول یه سری ژن‌ها رو بیان میکنه، یه سلول یه سری ژن‌های دیگر رو بیان میکنه و اونا بیان نمیشن. خب ما به این میگیم تنظیم بیان ژن. یه مسئله رو خوب دقت کن آقا، همه سلولای ما پس ژن‌های مشترک جز یک سلول، اون سلوله کیه؟ اون سلولی که ژن نداره کیه؟ بگید ببینم. ما یه سلول داریم که ژن ندارد، همه سلول‌ها گفتیم ژن یکسانی دارد به جز یکی، اون یکی کیه؟ گلبول قرمز. بای جلا گلبول قرمز، به جز گلبول قرمز که ژن، وگرنه بقیه سلول ما همه ژن‌های یکسانی دارن. الان سوال پرسیدم، الان اینجا گفتم چند تا سلول ژن میلین را دارن.
خب یکی دو تا سه تا چهار تا که غلاف میلین ساختن که دارن، خود جسم سلولی که هسته داره این هسته هم ژن تولید میلین رو دارد ولی بیان نمیشود. الان در چند سلول ژن میلین بیان میشود؟ یکی دو تا سه تا چهار تا سلول. ببینید اصول کلی یک نورونه، ساختار کلی یک نورون این شکلی است. آره پلاکت هم ژن نداره. آره راجع اون خواستم جلوتر بگم. بیا اینجا ببین، خب این یک نورونه، ما داریم میبینیمش، ساختار کلی یک نورونه، دندریت ها رو میبینیم، جسم سلولی رو، آکسون و گره رانویه رو، غلاف میلین و پایانه آکسون دیده میشه. ما ببینید بچه ها کلن سه نوع نورون داریم، سه نوع نورون دیده میشه. خب بیانیم بر تصویر من، اگه این بر رو بدن ببینید، ما سه جور سلول عصبی تو بدن هم وجود داره: نورون حسی، نورون حرکتی و نورون رابط. آقا هر کدوم اینا چی کار میکنن؟ ببین نورون حسی وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که دستور حسی رو از اندامها بگیره ببره به سمت مغز و نخاع. یعنی اصلا دستمو میزنم به این LCD، دستور میگیره ببره به سمت مغز و نخاع. نورون حرکتی کارش اینه که دستور حرکتی رو از مغز و نخاع بیاره بده به اندامها. یعنی مثلا دستمو اینجا بکشم که دارم راه میرم، اینو نورون حرکتی داره دستور میده. نورون رابط کارش ارتباط بین حسی و حرکتی رو برقرار کنه. این سه جور نورونیه که ما میبینیم. خب حالا ببینم اجزایش چه شکلیه. این شکل اول، این یک نورون حسی است، این قسمت دندریتشه، اینجا جسم سلولیشه، اینجا آکسونش. الان نگاه کنید ببینید، هم دندریتش میلین دارد هم آکسونش میلین دارد. با هم دیگه جواب بدیم همه. آقا نورون حسی داری اینجا ببین، دندریتش بلندتره یا آکسونش؟ بگید ببینم. نورون حسی دندریتش بلندتر است یا آکسون؟ بگید همه. چی؟ همیشه بایس زهر بایس، دندریتش بلندتره یا آکسون؟ الان تو این شکلی داریم میبینیم دیگه. آه نورون حسی اینجا داریم میبینی آکسونش بلندتر از دندریتش، این شکلی داری میبینی؟ این شکلی همون نورون حسی است که آکسونش بلندتر از دندریتشه. ولی در بقیه نورون های حسی دیگه ای که وجود داره، دندریتشون بلندتر از آکسونشونه. آفرین. ببین نیا کن، این شکلی که من اینجا دادم اون شکل استثناء است، این شکل کتابت نیست. تو شکل کتابه یه نورون حسی کشیده، دندریتش بلنده، آکسونش کوتاه. ولی من اینجا یه نورون دادم که اینجوری نیست، از قصد این کارو کردم. چرا؟ چون بدونی آقا همه یه نورون های حسی اون شکلی نیستن که دندریت بلند داشته باشن، آکسون کوتاه. من نورون حسی دارم که آکسونش بلنده، دندریتش کوتاه. ولی معمولا در نورون های حسی دندریت بلندتر از آکسونه. گرفتی چی شد؟ انواع مختلفی وجود داره حسام. اینا توی بینی داریم، گیرنده های بویایی در بینی. فصل دو شکلشو کشیده، بینی رو کشیده، گیرنده بویایی رو هم کشیده. آقا در نورون حسی بگو ببینم دندریت میلین داره یا آکسون یا هر دو؟ کدوم؟ بدو. همه کجا میلین داره؟ زهر بذار برسیم به اونجا، کارهایش هم بهت میگم، تو جزوه همه رو نوشتم. فعلا جواب منو بدین، کدوم میلین داره، دندریت یا آکسون یا هر دو؟ بایکلا هر دو، هم دندریت میلین داره هم آکسون. این آقا نهستی. بیا نورون حرکتی رو ببینم. آقا اینا دندریتشن، همون نورون هست که من کشیدم، این دندریتشه، اینجا جسم سلولیشه، اینجا هم آکسونشه. خب الان در نورون حرکتی که داری میبینی دندریت بلندتر یا آکسون؟ دندریت بلندتر از یا آکسون؟ بگو ببینم. آفهم با جواب بدید دیگه، نشستی اونجا سینما که نگاه نمی کنی که جواب بده.
هم تو حال کنی هم من نتیجه بگیریم اینجا. آکسون، آقا آکسون بلندتره. آفرین زهرا. حالا میگم آیا همیشه در نورون حرکتی آکسون بلندتر از زندید است؟ بله، همیشه در نورون حرکتی اینجوری آکسونش بلندتر از زندیدش. الان در نورون حرکتی دندریت میلین دارد یا آکسون؟ کدوم میلین داره؟ بگید ببینم. باریکلا نه، آکسون میلین داره، دندیدش میلین نداره. خب بیام نورون رابط رو ببینم، توی نورون رابط میبینی دندریت داریم اینجا، جسم سلولی رو میبینی، آکسونش رو میبینی. الان دندریتش بلندتره یا آکسونش؟ بگو. نه دیگه، دندریتش میلین نداشت. حساب اینو بگو. آفرین، دندریت بلندتره یا آکسون؟ باریکلا، آکسونش بلندتره. دندریتش میلین داره یا آکسونش؟ یا هیچ کدوم؟ اینجا هیچ کدوم میلین نداره. ولی یه جمله‌ای تو کتابت نوشته. چی نوشته؟ خیلی مهمه. گفته آقا همه انواع نورون‌ها میتوانن میلین داشته باشن. همه انواع نورون‌ها میتوانن میلین داشته باشن. یعنی من نورون رابطی هم دارم که میلین دارد، ولی این شکل رو برات کشیده تو کتاب بدون میلینش کشیده. ممکنه دندریت رابط هم ممکنه میلین داشته باشه. پس من نورون رابطی هم دارم که میلین دارد. حالا یه سوال، اینو به من بگید. آقا میتونم بگم که دندریت نورون حسی از دندریت نورون حرکتی بلندتر است، میشه یا نه؟ خب حسام میگی آره دیگه. بگیم آقا میشه بگیم دندریت نورون حسی از دندریت نورون حرکتی بلندتر است یا نمیشه؟ همیشه نه دیگه. باشه نظرتون رو بدین. اگه نمیدونم بگیم آقا نمیدونیم، جواب بدین. ای بچه ها، وقتی من یه زمانی میام میگم دندریت بلند آکسون کوتاه، آکسون بلند دندریت کوتاه، من حق دارم دندریت یک نورون رو با آکسون خودش مقایسه کنم. حق ندارم دندریت یک نورون را با دندریت یا آکسون یک نورون دیگر مقایسه کنم. این حق رو ندارم. نمیتونم بگم آه دندریت نورون حسی از دندریت نورون حرکتی بلندتر. اصلا این حق مقایسه رو من ندارم. حالا یه سوال دیگه، آقا میتونم بگم دندریت نورون حرکتی از دندریت نورون رابط بلندتر است، میشه یا نه؟ خب زهرا بله دیگه. حسام دیگه آقا اینجا میتونم بگم بله. ببین نورون رابط کوچکترین نورون موجوده و همه جای نورون رابط از همه جای بقیه نورون ها کوچکتره، کلا کوچکترینه. اگه بگیم دنده نورون سیاه دنده نورون حرکتی قطعا بلندتره، نه زهر قطعا نمیتونم بگم، ولی رابط رو میتونم بگم از همه کوچیکتر. آقا اینا کجا هن؟ محلاشون کجاست؟ یه چیز دقت کن، بیش از 90% مغز و نخواه نورون رابط، یعنی نورون رابط محل اصلیش توی مغز و نخواست، ولی نورون حسی و حرکتی در محیط بدن بیشتر قرار گرفته. ببین نورون حسی دستور رو از اندام‌ها میگیره میبره به مغز و نخاع، نورون حرکتی دستور رو از مغز و نخاع میده به اندام‌ها. این کار رو داره انجام میده. هم قطرم باز نمیشه زهر. حالا بیا اینجا الان ما هم بررسی میکنیم. این وقت تصویر من اگه بدن این وقت ممنون میشم. بچه یه چیز دقت کنید. ما یه مقایسه اینجا داشته باشیم، نورون حسی و حرکتی و رابط.
آقا طول دندیت نورون حسی گفتیم معمولاً دندیتش بلنده، معمولاً آکسونش کوتاهه، ولی برعکس هم میتونه باشه. نورون حرکتی دندیتش کوتاه است، آکسونش بلند است. نورون رابط دندیتش کوتاه است، آکسونش بلند است. از نظر تعداد دندیت، آقا نورون حسی دندیت داشت، نورون حرکتی چند تا دندیت داشت متعدد بود، نورون رابط هم چند تا دندیت داشت متعدد بود. ولی اگه بخوام از نظر آکسون اینا رو مقایسه کنم، هم حسی، هم حرکتی، هم رابط، همه گی آکسون دارن. نتیجه آقا یه نورون میتواند یک یا چند دندیت داشته باشد، ولی یک نورون قطعا یک آکسون دارد. از نظر میلین اگه بررسی کنم، نورون حسی هم دندریتش میلین دارد، هم آکسونش میلین دارد. نورون حرکتی آکسونش میلین دارد. نورون رابط معمولاً ندارد، نمیگم همیشه. بیا بگه هیچ نورون رابطی میلین نه، این غلط. خب این مقایسه نورون. آقا اینم یاد بگیرم اصلا میلین به چه دردی میخوره، اصلا میلین به چه دردی میخوره. اهمیت میلین رو یاد بگیرم. ببین فرض کنی این یک نورون اینم یه نورون دیگه. خب اگر پیام عصبی در این کار میگیم هدایت، و اگه پیام عصبی از یه نورونی بپره به یه نورون دیگه به این کار میگن انتقال. پس چی شد؟ اگر پیام عصبی تو یه دونه نورون حرکت کنه میشه هدایت، اگر یه نورون بپره به یه نورون دیگه میگن انتقال. آقا اهمیت میلین اینه که سرعت هدایت را زیاد میکند. اهمیت میلین افزایش سرعت هدایت پیام عصبی. بر انتقال هیچ اثری نداره میلینا، رو انتقال هیچ اثری نداره. حالا میخوام ببینم چجوری اثر میذاره. چی شده؟ میارم صفحه قبلو. الان میگم زهر راجع به اون صحبت بکن. اگه صفحه قبلو میخوای عکس بگیری تو جزوه هستا، این جدول کاملا تو جزوه داری. بیا اینجا آقا دو تا چیز رو یاد بگیریم، تعریف دو چیز رو یاد بگیریم. تار عصبی چیه؟ عصب چیه؟ این دو تا چیز رو یاد بگیریم. آقا من به یه نورون بلند، یه دندریت بلند یا یه آکسون بلند میگم تار عصبی. پس تار عصبی جسم سلولی ندارد. تار عصبی یه دندریت بلند یا یه آکسون بلند. این است. آقا عصب چیه؟ عصب چیه؟ عصب میشه مجموع چند دندریت یا مجموع چند آکسون یا مجموع چند آکسون و دندریت که یک غلاف پیوندی دور اینا رو گرفته. خوب شد؟ بذار بهت نشون بدم اینو اصلا. بذار اینو بهت نشون بدم. ببین آقا نگاه کنید داره اینجا بذاریستی به دیاد بدم. فرض کن یه اینجا آقا فکر کنیم یه دندریته، اینم یه دندریته، اینم یه دندریته، مثلا این یه آکسون، این قلمه یه آکسون. خب این بافته پیوندیه، این کاغذه بافته پیوندیه. این بافته پیوندی میاد دور این آکسونه میچرخه. ببین دور این آکسون میچرخه، بقیهش میاد دور این دندریته با این آکسونه میچرخه، بقیهش میاد دور این دندریته میچرخه، دور همشون رو میگیره. الان این مجموعه رو من میگم عصب. فهمیدی چی شد؟ دندریت، آکسون، این شکلی. پس عصب همباز توش جسم سلولی ندارد. توی عصبم من جسم سلولی نمیبینم.
گرفتی؟ خب بریم ادامه. پس این تار عصبی این عصب، من میخوام سه تا تار عصبی رو اینجا برات بکشم. یه دونه تار عصبی که میلین نداره، این بدون میلینه. یه دونه گره رانویه زیاد داره، گره رانویه زیاد. یه دونه هم گره رانویه کم. میخوام چی رو بررسی کنم توشون؟ سرعت هدایت. سوال دارم میگم آقا هرچی تعداد گره های رانویه بیشتر بشود سرعت هدایت بیشتر میشه یا کمتر؟ بگو ببینم. هرچی تعداد گره رانویه بیشتر بشه سرعت هدایت بیشتر میشه یا کمتر؟ خب بیشتر کمتر؟ ببین حواسا جمع نیست، حواسا جمع نیست. نگاه کن حواستو جمع کن اینجا. آقا بیا نگاه کن دونه دونه برات بگم. بدون میلین چجوریه؟ اگه بخواد پیام عصبی این تو حرکت کنه هدایت بشه، تو این نقطه باید به وجود بیاد، تو نقطه بغلیش به وجود بیاد، نقطه بغلی، نقطه بغلی، همینجوری نقطه به نقطه باید پیام عصبی به وجود بیاد تا بره جلو. الان سرعت هدایت اینجا کم است، کمه، کنده. حالا اینی که میلین داره نگاه کن، اینو نگاه کن، الان اینجا پیام عصبی تو این نقطه به وجود میاد، اینجایی که میلین داره به وجود نمیاد، دوباره اینجا به وجود میاد، اینجا که میلین داره به وجود نمیاد، دوباره اینجا به وجود میاد، دوباره اینجا به وجود میاد، اینجا به وجود میاد. انگار پیام عصبی داره جهش میکنه، سرعت اینجا میشه زیاد. حالا این یکی رو ببین، این یکی رو ببین، گره رانویه کم. الان توی این یه بار پیام عصبی اینجا به وجود میاد، اینجا به وجود نمیاد، دوباره اینجا به وجود میاد، اینجا به وجود نمیاد، دوباره اینجا به وجود میاد. سرعت خیلی زیاد. یعنی چی؟ یعنی هرچی تعداد گره رانویه بیشتر بشه سرعت کمتر میشه، سرعت هدایت کم میشه. بله زهرا نمیتونه. این از این. حالا یه سوالی ازت میپرسم، میگم آقا در هر دو تار عصبی، تاری که تعداد گره های رانویه کمتری دارد سرعت هدایت بیشتری دارد، درسته یا نه؟ میگم آقا هر تار عصبی که تعداد گره رانویهش کمتره سرعت هدایتش بیشتره. خب درست درست دیگه. کیمیا میگه غلط غلط. بچه ها در هدایت دو چیز نقش دارد، یه دونه میلینه، آقا میلین نقش داره، یه دونه قطر تار عصبیه. در دو تار عصبی هم قطر من میتونم بگم اونی که گره رانویش کمتره سرعتش بیشتره. فرض کن اینا هم قطرن، قطر مهم است. اگر قطر بیشتر بشود سرعت هدایت بیشتر میشه، تغییر میکنه. من باید این شرط رو ذکر کنم وقتی میخوام دوتا تار رو با هم مقایسه کنم، راجب میلینش دارم میگم، راجب قطرش هم باید بگم، باید بگم آقا هم قطرن ها، این دوتا هم قطرن. حالا میخوام با هم مقایسه شون کنم، هم قطر بودن باید ذکر بشه حتما. آره تو دو تا عصبی هم قطر اونی که تعداد گره رانویه‌اش کمتره سرعت هدایتش بیشتره. بریم جلو. آقا چند تا عبارت صحیح غلط داریم، بریم ما هم جواب بدیم. شماره یک میگه آقا همه نورون‌ها غلاف میلین دارن، بگو ببینم درسته یا غلط؟ نه دیگه، تاری که میلین نداره گره رانویه هم نداره زهر. خب غلط غلط. نورون رابط میتونه داشته باشه. حسام گفتیم نورون رابط معمولا میلین ندارد. آقا میگه همه این نورون ها غلاف میلین دارن، غلط.
دو، میگه همه اندامک های یاخته عصبی در جسم سلولی آن است. بگو ببینم درست یا غلط. آقا همه اندامک های یاخته عصبی در جسم سلولی آن است، این غلطه. در جسم سلولی نیست همش، گفتم میتونه تو دندیت باشه، تو آکسون باشه. اصلا پایانه ی آکسون که یک محل تجمع میتوکندریه، اصلا کلی میتوکندری اینجا داره. سه، میگه تعداد دندیت های همه ی نورون ها یکسان است، درسته یا نه؟ تعداد دندیت های همه ی نورون ها یکسان است. نه دیگه، اونی که دیگه گره رانوی ندارد رو که دیگه اصلا حساب نمی کنم که. زهرا دارم راجع به این که گره رانویه. خب نگاه کن آقا، تعداد دندیت های یکسان نیست، میتونه یکی باشه یا چند، ولی آکسون های یکسان. چهار، میگه غلاف میلی از جنس تریگلیسیرید و پروتئینه. غلطه دیگه، از جنس فسفولیپید و پروتئینه. پنج، میگه سلول‌های پشتیبان توانایی ذره‌خواری دارند، درسته یا نه؟ سلول‌های پشتیبان توانایی ذره‌خواری دارند. پیوندی متراکم ذره. خب بله، توانایی ذره خاری داره. 6، طول آکسون نورون رابط از طول آکسون نورون حسی کوتاه‌تر است، درست یا غلط؟ باریکلا درسته. و یه نکته دیگه ببین، راجب سلول پشتیبان جمله کتابت نوشته و این مهمه، گفته سلول‌های پشتیبان برخی در عایق بندی، برخی در حفاظت، برخی دیگه در ساختن داربست، برخی در تغذیه شرکت دارم. ببین اگر بیاد بگه همه سلول‌های پشتیبان در عایق بندی نقش دارن، غلطه. همه سلول‌های پشتیبان در حفاظت نقش دارن، غلطه. همشون در ساختن مثلا داربست نقش دارن، غلطه. همشون در تغذیه نقش دارن، غلطه. برخی، ولی یادت باشه یه چیزی رو راجع به همه سلول‌های پشتیبان میتونی بگی، همه سلول‌های پشتیبان غیر عصبی‌اند، همگی غیر عصبی. هر سلول پشتیبانی که داری غیر عصبی، سلول عصبی نیست. خب بریم اینجا. آقا راجع به فعالیت سلول عصبی که مهمترین بخش این فصله میخواییم با هم صحبت کنیم، حواسا به من دیگه خوب گوش کن، شیشتون که حواست اینجا باشه. ببین سلول عصبی رو من در دو شرایط بررسی میکنم، یه دونه پتانسیل عمل، یه دونه آرامش. یعنی چی پتانسیل عمل و آرامش؟ یعنی اینکه آقا مثلا من دستمو میزنم به این تخته، سلول عصبی دست من تحریک میشن، توش یه پیام عصبی به وجود میاد، به این میگم پتانسیل عمل. ولی یه زمان دستمو به هیچ جا نزدم این شکلی، در این حالت میگم پتانسیل آرامش، هیچ تحریکی به سلول‌های عصبی وارد نشده، میشه پتانسیل آرامش. خب من دو تا حالت رو باید بررسی کنم، یه دونه پتانسیل عمل، یه دونه پتانسیل آرامش. اول از همه پتانسیل آرامش، خوب دقت کن اینجا. ببین فرض کن این غشاء سلول عصبی دارم برات میکشم،
خب توی غشاء سلول عصبی اینجا باشه محیط خارج سلول، اینجا رو بگیریم محیط داخل سلول. یه سری پروتئین اینجا میبینیم ما تو غشاء که این پروتئین ها این شکلی هم نگاه کن، یه سری کانال داریم، این کاناله، این کاناله همیشه هم بازه، ازش هم سدیم رد میشه، بهش میگم کانال نشتی سدیم. پس الان اینی که اینجا داریم اسمش هست کانال نشتی سدیم. نشتی یعنی همیشه باز است، سدیم یعنی ازش سدیم رد میشه دیگه، یعنی یه کانالی که همیشه باز است و ازش داره سدیم رد میشه، بعد کانال نشتی سدیم. آقا یه کانال دیگه داریم، یه کانال دیگه داریم، اینم همیشه باز است و ازش پتاسیم رد می شود. الان من به این میگم کانال نشتی پتاسیم، کانال نشتی پتاسیم. دیگه چی داریم؟ یه سری کانال داریم دریچه دارند، ببین دریچه داره و از توش سدیم رد میشه. ببین اینا، به این میگم کانال دریچه دار سدیم، کانال دریچه دار سدیم. باز یه سری کانال داریم دریچه داره ازش پتاسیم رد میشه، نگاه کن اینها، به این میگم کانال دریچه دار پتاسیم، اینها کانال دریچه دار پتاسیم. خب این تا اینجا داشته باش فعلا. یه نکته ای رو دقت کن آقا، زمانی که سلول من در حالت آرامش هست، دارم حالت آرامش رو بررسی میکنم دیگه، زمانی که تحریکی بهش وارد نشده، غلظت یون سدیم بیرون سلول زیاده، داخل سلول کمه، ولی پتاسیم برعکسه، پتاسیم تو این حالت داخل سلول زیاده بیرون سلول کم. آقا شیب غلظت چی میگه؟ شیب غلظت میگه مواد دوست دارن از جایی که غلظتشون بیشتر است برن به سمت جایی که غلظتشون کمتر است. ما ببینیم شیب غلظت، الان سدیم غلظتش در بیرون سلول بیشتر است، در داخل سلول کمتر است. شیب غلظت چی میگه؟ شیب غلظت میگه سدیم ها دوست دارید برید داخل؟ میگن بله دوست داریم. میگم آقا یه کانالی داریم براتون همیشه باز است، سدیم از توی این کانال میاد میره داخل سلول. این فرایند اسمش انتشار تسهیل شده در جهت شیب است، انتشار از سوی کانال میشه تسهیل شده. پتاسیم داخل سلول زیاده بیرون سلول کمه، شیب غلظت چی میگه؟ میگه آقا پتاسیم دوست داره جایی که زیاده بره جایی که کمه، داخل زیاده بیرون کمه، پس در جهت شیب از داخل میره بیرون. از کجا؟ از کانال نشتی که همیشه باز است پتاسیم اومد بیرون. خب الان یه مسئله ای داریم، اگر این روند ادامه پیدا کنه بعد از یه مدت میبینم سدیوما تو سلول زیادن، پتاسیوما بیرون سلول زیادن، چی شد؟ سدیوم اومده تو زیاد شده، پتاسیوم رفته بیرون، پتاسیوم بیرون زیاد شده. آقا آرامش به هم میخوره اینجا، آرامش به هم میخوره. برای اینکه به هم نخورد یه پمپی در غشا هست، به این میگن آقا پمپ سدیوم پتاسیوم. چی کار میکنه؟ میگه آقا سدیوم هایی که اومدید داخل، سدیوم هایی که وارد شدید، شما رو من میفرستم بیرون. ببین سدیوم هایی که اومدن داخلو میفرسته بیرون. الان این فرایند در جهت شیب است یا خلاف شیب؟ خلاف شیب. شیب میگه سدیوم باید بیاد تو، ولی این داره سدیوم میفرسته بیرون. الان پتاسیم ها رفتن بیرون، خب چی شد؟ پتاسیم ها رفتن بیرون جمع شدن، چی میگه؟ میگه آقا پتاسیم باید بیای تو،
این پمپ پتاسیمی که رفتن بیرون رو ور میداره میاره داخل. آقا در جهت شیب یا خلاف شیب؟ خلاف شیبه. شیب میگه پتاسیم باید بره بیرون، این پمپ پتاسیمو بر خلاف شیب میاره داخل. این پمپ سه تا سدیم میبره بیرون، دو تا پتاسیم میاره تو. چون کارش بر خلاف شیب است پس نیاز به انرژی دارد. انرژی اینجا چجوریه؟ میگم آقا میاد ATP رو تجزیه میکنه، تبدیل میکنه به ADP و فسفات، انرژیشو از اینجا میگیره. پس پمپ سدیم پتاسیم داره انتقال فعال انجام میدهد. این پمپ سدیم پتاسیم. یه مسئله آقا میگن در حالت آرامش، در حالت آرامش داخل سلول منفی است، خارج سلول مثبت است. گوش کن تصویر منو این ور بدم. میگه در حالت آرامش داخل سلول منفی، بیرون سلول مثبته. یه مسئله اینجاست. چیه مسئله؟ میگم ببین مثبت و منفی یعنی چی؟ مثبت و منفی یعنی چی؟ ببینید اینجا آیا یون منفی داریم؟ نه، یون منفی دیده نمیشه. پس چرا میگیم داخل منفی بیرون مثبت؟ مفهوم پتانسیل رو بچه ها یاد بگیرید. ببینید من این قلم رو از دستم ول میکنم، از دست راست من این قلمه افتاده، این قلمه از دست راست من میفته دو دست چپ من. خب چی شد؟ میتونم بگم دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که پتانسیل گرانشی دست راست من از پتانسیل گرانشی دست چپ من بیشتر است. پس این از جایی که پتانسیلش زیاده اومد جایی که پتانسیلش کم. الان من میتونم بگم پتانسیل دست راست من مثبت است، پتانسیل دست چپ من منفی است. خب آیا میتونم بگم پتانسیل دست چپ من مطلقاً منفی است، همیشه منفی است؟ نه، همین دست چپ من پتانسیلش نسبت به زمین مثبت است. پتانسیل یک مفهوم نسبی است. اون جایی که پتانسیلش بیشتره رو میگم مثبت، اون جایی که کمتره رو میگم منفی. الان اینجا دارم میبینم داخل منفی است، بیرون مثبت. یعنی چی؟ یعنی پتانسیل بیرون از داخل بیشتر است. ما هر دو جایی که یون مثبت داریم، هم سدیم مثبت هم پتاسیم. خب آقا چرا بیرون مثبت داخل منفی؟ دلیلش چیه این داستان؟ ببین دلیلش رو یاد بگیر. میگم ببین سدیم که مثبت دوست داره بیاد تو، داره میاد تو. پتاسیم که مثبت داره میره بیرون. من در حالت آرامش، حالت کلی، در قشا اگر 10 تا کانال نشتی سدیم داشته باشم که سدیم ها داره میاره تو، مثبت ها داره میاره تو، 100 تا کانال نشتی پتاسیم دارم که مثبت ها داره میبره بیرون. وقتی کانال پتاسیم داره مثبت ها میبره بیرون، مثبت هایی که دارم میرن بیرون، یعنی در یک زمان 100 تا مثبت میرن بیرون، 10 تا مثبت میاد تو. پس مثبت بیرون معلومه بیشتر میشه. در حالت آرامش نفوذ پذیری قشا نسبت به پتاسیم بیشتر از سدیم است، پس مثبت های بیرون بیشتر میشن. این یه دلیل. دلیل دوم، آقا این پمپه داره کار میکنه، داره 3 تا مثبت میاره بیرون، 2 تا مثبت میاره تو. پس باز مثبتی که میره بیرون بیشتره، پس داخل میشه منفی، بیرون میشه مثبت. مثبت های بیرون بیشتر از داخله. گرفتی چی شد؟ بگید ببینم سوال. دلیل اول رو دوباره بگم. پنج تا کانال نداریم، 4 تا کانال داریم، یه دونه پمپ، یه دونش پمپه. اینا هم بسته باشن که آب رد نمیشه. دلیل اول یه بار دیگه میگم، گوش کن. میگم ببین در حالت آرامش اگر ما در غشاء سلول عصبیمون 10 تا کانال نشتی سدیمی داشته باشیم، 100 تا کانال نشتی پتاسیمی داریم. یعنی چی؟ یعنی از 10 تا کانال سدیم میاد تو، از 100 تا کانال پتاسیم میره بیرون.
پس یعنی 100 تا مثبت میده بیرون 10 تا میاد تو. پس مثبتای بیرون معلومه بیشتر میشن. این باعث میشه بیرون مثبت تر از داخل باشد. این دلیل اوله. دلیل دوم هم کار پمپ است. حالا یه مسئله دیگه. من یه سوال ازت بپرسم. میتونم بگم در حالت آرامش یونهای منفی درون سلول در حال افزایشن؟ میشه گفت یونهای منفی درون سلول در حال افزایش در حالت آرامش؟ بگید ببینم میشه یا نه. آره باز باشن آب میتونه. نه دیگه، در حالت آرامش یونهای منفی درون سلول در حال افزایشن. شاید بگین آقا نه، ما اینجا اصلا یون منفی نمیبینیم، اینا مثبتن. آقا فسفات مگه پی او چهار سه بار منفی نیست؟ فسفات بارش منفیه، یون منفی درون سلول داره زیاد میشه، این یون منفیه دیگه. پس یادت نره اینجا یون منفیه. یه سوال دیگه دارم ازت. میتونم بگم پمپ سدیم پتاسیم برای فعالیت آب مصرف میکند؟ پمپ سدیم پتاسیم آب مصرف میکنه، میشه یا نه؟ آره پمپ هم آب رد میشه زهرا، آب مصرف میکنه پمپ، درسته یا نه؟ نگاه کنید ببین، مفهومی خوندن، دقیق خوندن اینجا هاست که به درد من میخوره. ATP وقتی داره تجزیه میشه، این واکنش مگه هیدرولیز نیست؟ هیدرولیز مگه آب مصرف نمی کند؟ پس پمپ سدیم پتاسیم برای کار کردنش آب نیاز داره، باید آب مصرف کنه. اصلا پمپ سدیم پتاسیم خاصیت آنزیمی دارد. پمپ سدیم پتاسیم یک آنزیم است، چون داره ATP رو تجزیه میکنه. اینا یه موضوع دیگر هم دقت کن. آقا یه دور ببینیم چی شد. گفتیم آقا در حالت آرامش یه کانال نشتی سدیم، کانال نشتی پتاسیم که همیشه بازه. نشتی یعنی همیشه باز. کانال های دریچه دار در حالت آرامش بسته. کانال نشتی سدیمی بسته است، دریچه دار پتاسیم هم بسته است. گفتیم که سدیم بیرون زیاد داخل کم، بر اساس شیبک کانال میاد تو انتشار تحصیل شده. پتاسیم داخل زیاد بیرون کم، بر اساس شیبک داخل میره بیرون انتشار تحصیل شده. بعد پمپ میاد پتاسیم رو میاره تو، سدیم رو میاره بیرون، انتقال فعال و در حالت آرامش بیرون مثبت داخل منفی. حالا یه مسئله اینجاست، اگه تصویر این برا بدن دوستان ببینید، ما بیایم یه کاری بکنیم، بیایم یک ولت سنج وصل کنیم خارج و داخل سلول رو. این یه عددی به من نشون میده، عدد منفی 70 میلی ولت است. اینو خوب گوش بده، خیلی مهمه، خیلی دقت کن. این یعنی چی؟ ببین من الان اینجا میخوام داخل رو نسبت به خارج بسنجم. دو تا چیز توی این عدد شما میبینید، دو تا چیز مخفی شده است. یه دونه منفی رو داری میبینی اینجا، یه دونه 70 رو. این دو تا معنیشون کنم. آقا 70 میلی ولت داره به من میگه آقا بیرون و داخل نورون به اندازه 70 میلی ولت اختلاف پتانسیل دارند. حالا منفی چی میگه؟ منفی داره به من میگه که آقا داخل به اندازه 70 میلی ولت از بیرون کمتر است. این معنی ریاضی نداره، منفی و مثبتش ریاضی نیست، این نموداره نیستش، این نموداره ریاضی نیست. بگی اینجا صفر اینجا منفی 70، نه کمه فلانه، اصلا این معنی رو نمیده. منفی 70 میلی ولت داره میگه آقا ببین یه زمانی ازت میوزن اختلاف پتانسیل داخل و خارج در حالت آرامش چقدره. بیای بگی منفی 70 غلطه ها،
اختلاف پتانسیل داخل و خارج 70 تاست. حالا اگر بگن داخل نسبت به خارج، اون موقع میگی منفی 70. خب نگاه کن، فرض کن این سیمه رو بگم سیمه A، این سیمه رو بگم سیمه B، جای A و B رو عوض کنم، چی به من نشون میده؟ اختلاف چند میشه؟ عدده چی میشه؟ این عدده چی میشه؟ جای سیمه A و B رو عوض کنم، بگو ببینم. نه، همه پروتئینایی که ATP مصرف میکنن، آنزیم زهر، انرژی همیشه به صورت ATP نیست. آره این مصبت میشه، مصبت 70. اون موقع یعنی خارج رو میخوام نسبت به داخل بسنجم، اون موقع میگم خارج به اندازه 70 میلی ولت داخل بیشتر است. خب این میشه حالت آرامش. حالا ما یک پتانسیل عمل هم داریم. آقا پتانسیل عمل یعنی چی؟ پتانسیل عمل یعنی من دستم بخوره اینجا، سلولای عصبی من تحریک بشن. این چیه؟ این معنیش چیه؟ پتانسیل عمل. بیا اینجا. ببین، آها، یه نکته هم راجع به پمپ. این نکته بسیار مهم. بیا اینجا. تصویر این رو اگه لطف کنن دوستان بدن. دوستان پشت صحنه تصویر ما رو اگر بدن اینجا. ببینید بچه‌ها دقت کنید، این پمپ سدیم پتاسیم داری می‌بینی و خیلی جالبه. الان اینجا داره سه تا سدیم میره بیرون، اینجا سدیم ها بهش چسبیدن، اینجا دارن آزاد میشن و اینجا پتاسیم ها هستن بهش چسبیدن، پتاسیم ها دارن میان به این میچسبن و پتاسیم ها دارن آزاد میشن به سمت داخل. خب نگاه کن، مسیر اینجوریه، سه تا سدیم میاد به این وصل میشه، دهانه پمپ اینجا رو دقت کن، اینجا رو خوب دقت کن، اینا رو هم سوال میدن، دهانه پمپ به سمت داخل الان باز است، سدیوم ها بهش میچسبن. زمانی که دهانه پمپ به سمت داخل است، ببین دهانه پمپ به سمت داخل باز است، سدیوم بهش چسبیده. زمانی که دهانه پمپ به سمت داخل باز، سدیوم بهش چسبیده. همین زمان ATP تجزیه میشه، میشه ADP و دهانه به سمت بیرون باز میشه، سدیوم ها میرن بیرون. پس ببین بهت میگه زمانی که ATP مصرف میشود، دهانه پمپ سدیم پتاسیم به سمت داخل سلول باز است یا خارج سلول؟ میگی داخل. میگه زمانی که ATP مصرف میشود به پمپ سدیم وصل است یا پتاسیم؟ میگی سدیم. اینجوری باید شکل ها رو دقت کنی بهش. ها میگم جزئیات مهمه، شکل مهمه. یعنی در کنکور 1400 22 تا سوال مرتبط با شکل اومده، یعنی طراحا خیلی شکل براشون مهمه. 4 سوال مستقیم از شکل اومده، یعنی 4 تا سوال داشتیم که شکل رو داده بودش. الان اینجا ببین خیلی دقت میخواد. باز اینجا نگاه کن، پتاسیم ها دهانه به سمت بیرون بازه، پتاسیم بهش وصل میشه، فسفاتش آزاد میشه. ببین این فسفاته ازش آزاد میشه زمانی که دهانه به سمت بیرون باز است، و دهانه به سمت داخل بازه و پتاسیم میده بیرون، فسفاتش دیگه فسفات ندارد. حواست باشه. پس زمانی که دهانه پمپ به سمت داخل باز است، ATP تجزیه میشه، میشه ADP و فسفات، فسفاته به این پمپ چسبیده باقی میمونه فعلا و هنوز متصل. اینجایی که پتاسیم بهش وصل میشه، فسفات هم ازش آزاد میشه. ببین بیاد ازت بپرس پمپ سدیم پتاسیم همزمان ADP و فسفات آزاد میکند، اینم غلطه.
همزمان بودن این داستان هم ازت بپرسه غلطه. اول ATP رو میکنه ADP، فسفات بهش وصل میمونه، بعدن فسفات رو آزاد میکنه. اینا جزئیات مهم شکلن. سوال داری بگو ببینم؟ سوال؟ همه متوجه شدین اینو؟ خب بریم این بر نگاه کن، میخوام راجع به پتانسیل عمل صحبت کنم، ببینم چجوری اتفاق میفته پتانسیل عمل و فرایند پتانسیل عمل بر اساس چه چیزی انجام میشود، یعنی چه کاری انجام میشه که ما پتانسیل عمل داریم. خب گفتیم حالت آرامش سدیم بیرون زیاده پتاسیم داخل، یعنی چی؟ یعنی اینجا نگاه کن، اینجا رو ببین، یه نمودار بکشم، یه نمودار، اینجا صفر. در حالت آرامش گفتیم اختلاف پتانسیل داخل و خارج منفی 70 میلی ولته. اینجا هم فعلا بنویسم 30 میلی ولت. در حالت آرامش منحنی ما این شکلیه. ببین یه خط صاف رو منفی 70 داره میره جلو. میگم در حالت آرامش، بذار قشارم بکشم اینجا، فرض کنید قشای سلول. در حالت آرامش سدیم بیرون زیاده، داخل کم. پتاسیم داخل زیاده، بیرون کم. داخل منفی، بیرون مثبت. این حالت آرامش است. و دارم داخل و نسبت به خارج اینجا مشخص میکنم، اختلاف منفی 70 میلی ولت. چی پرسیدی؟ دهانه پمپ به سمت بیرون باز باشه سدیم آزاد می شود؟ آره آزاد می شود. این یه سر. الان در این لحظه که آرامشه یه ما دست من می خوره به این تخته، تحریک میشه. وقتی تحریک میشه من باید پتانسیل رو تغییر بدم. چجوری پتانسیل رو تغییر میدم؟ میگم آن یه کاری کنم، یه ما در این نقطه کانال دریچه دار سدیمی رو باز کنم. باز شدن کانال دریچه دار سدیم. خب چی میشه؟ نگاه کن آقا، من کانال دریچه دار سدیم رو باز میکنم. سدیم کجا زیاده؟ بیرون. من اگه کانال سدیم باز کنم معلومه سدیم میریزه تو. مثل این میمونه که کلی آدم دم در جمع، مثلا من نظری داریم میدیم، مردم دم در صف کشیدن جمع شدن، یهو در رو باز کن میریزن تو همه دیگه. این هم همینه، سدیوم ها بیرون جمعن، یه ها من در سدیوم رو باز میکنم، سدیوم ها بیرون میریزن داخل. خب آقا سدیوم بارش چیه؟ مثبت. یعنی داخل سلول من هی مثبت میشه، هی مثبت میشه، هی مثبت میشه تا برسه به مثبت 30 که اینجا کانال سدیوم بسته میشه. الان من اگر غشاء سلول عصبی را در قله نمودار بخوام بهت نشون بدم، این غشاء اون بالاست. به من بگو ببینم الان سدیم بیرون بیشتره یا داخل؟ بگید ببینم سدیم الان کجا بیشتره، بیرون یا داخل؟ کیمیا میگه داخل دیگه، بقیه بیرون دیگه. دیگه سدیم کجا بیشتره، بیرون یا داخل؟ ببین بچه ها دو چیز رو باید بپرسید، دو چیز مهمه. من اگه ازت میپرسم سدیم کجا بیشتره، بیرون یا داخل، باید ازم بپرسی آقا منظورت مقدار سدیمه یا منظورت غلظت سدیمه. اینا با هم فرق دارن.
مقدار و غلظت فرق داره. آها غلظت یعنی مقدار تقسیم بر حجم، مقدار تقسیم بر حجم. نگاه کن، فرض کن من یه زیر دریایی دارم، زیر دریایی رو میبرم تو دریا، میبرمش کف آب، در زیر دریایی رو باز میکنم، آب دریا میاد توی زیر دریایی من. میتونم الان بگم آب توی زیر دریایی من از آب توی دریا بیشتره؟ نه، نمیتونم بگم. سدیم داره از مایع میان بافته میاد تو سلول، مایع میان بافته پر سدیمه، انقدر سدیم بیاد توی سلول که سلول بترکه، باز هم سدیم تو بیرون بیشتر از داخله. ببین مثل این میمونه که من یک اتاقی رو در نظر بگیرم، بگم آقا من در این اتاق رو وا میکنم، مردم دنیا میان وارد این اتاق من میشن. آقا من هر چقدر آدم بچپونم تو اتاقم، بازم مردم بیرون اتاق بیشتر از داخل اتاقن. من توی اتاق دیگه چند نفر میتونم جا بدم؟ این همه آدم بیرون داریم. بنابراین مقدار سدیم بیرون سلول از داخل بیشتر. ببین همیشه سا این همیشگیه، مقدار سدیم همیشه بیرون از داخل بیشتر از هر جای نمودار، نقطه به نقطه این نمودار از بپرسن سدیم بیرون بیشتر. ولی اگه راجع به غلظت بپرسه، غلظت یعنی مقدار تقسیم بر حجم، حجم توی سلول محدوده، کوچیکه. ببین من تراکم رو بخوام بگم، تراکم سدیم تو سلول بیشتره چون حجم سلول کمه. بنابراین از نظر غلظت بله، داخل سلول غلظت سدیم بیشتر از داخل خارج است. پس چی شد؟ مقدار سدیم بیرون بیشتره ولی غلظت سدیم داخل بیشتره. گرفتی اینو؟ خیلی اهمیت داره. خب حل. آقا پتاسیم فرقی کرد؟ نه، پتاسیم همچنان در داخل بیشتر است، در خارج کمتر است. داخل زیاد، بیرون کم. الان داخل شده مثبت، بیرون شده منفی، توی قله اینجا. الان پتانسیل عمل به وجود اومده. من میخوام برگردم دوباره به حالت اولیه آرامش. ببین من دستام میزنم اینجا تحریک میشه، برمیدارم، دوباره میخوام بزنم تحریک میشه. پس باید برگردم به حالت اول، حالت آرامشم. حالت آرامش یعنی داخل منفی بیرون مثبت. الان داخل مثبت، بیرون منفی. آقا من دو راه دارم داخلمو منفی کنم، دو راه. یا یون منفی بریزم تو، کسا یون منفی ندارم اینجا، یا از مثبت‌های داخل بکاهم، یا مثبت‌های داخل رو ببرم بیرون. خب آقا داخل چه یون مثبتی زیاد است؟ یون پتاسیم. من اگر کانال دریچه دار پتاسیم باز کنم، پتاسیم از داخل میره بیرون دیگه، یعنی مثبت‌های داخل کم میشن دیگه. پس اینجا یه همچین اتفاقی میفته، باز شدن کانال دریچه دار پتاسیم و پتاسیم از سلول خارج میشه، یعنی یونای مثبت تو دارن کم میشن، پس تو هی منفی تر میشود. ببین تا دوباره برسم به منفی 70. الان من اینجا قشا رو دوباره بکشم. آقا اینجا قشا سدیم مقدارش بیرون زیاده، داخل کم. غلظت داخل زیاد، بیرون کم. این غلظت. پتاسیم نگاه کن، پتاسیم الان داخل کم شده، رفته بیرون زیاد شده. الان داخل منفیه، بیرون مثبت. آیا به پتانسیل آرامش رسیدم؟ نه. چرا نه آقا؟ مگه داخل منفی نیست بیرون مثبت؟ آرامش هم همین بود دیگه، داخل منفی بیرون. یه باره
از نظر مثبت و منفی این آرامش، ولی در حالت آرامش سدیم بیرون زیاده داخل کم، اینجا غلظت سدیم تو زیاده بیرون کم، در حالت آرامش پتاسیم داخل زیاده بیرون کم، اینجا پتاسیم داخل کمه بیرون زیاد، یعنی سدیم و پتاسیم این آرامش نیست، من باید یه کاری کنم اینا این آرامش بشن. آرامش یعنی چی؟ یعنی باید سدیم ها رو بریزم بیرون به جاش پتاسیم بیارم تو. خب یه نفر بود این کار رو انجام میداد، سدیم میریخ بیرون پتاسیم میآورد تو. کی بود؟ پمپ سدیم پتاسیم. در واقع اینجا این پمپ سدیم پتاسیم شروع میکنه به فعالیت بیشتر، اینجا فعالیت بیشتر پمپ رو دارم، پمپه بیشتر کار میکنه، سدیوم ها رو این میبره بیرون، پتاسیوم ها رو میاره داخل، یعنی الان سدیوم رفته بیرون زیاد شده، داخل کم شده، پتاسیوم داخل زیاد شده، بیرون کم شده، الان داخل منفی بیرون مثبت، برگشتم به حالت آرامش. یه همچین اتفاقی افتاد. چی شد پس؟ در پتانسیل اول عمل، اول کانال درجه سدیومی باز شد، سدیوم اومد تو، رسیدیم این بالا، کانال سدیومی بسته شد، کانال پتاسیومی باز شد، پتاسیوم اومد بیرون، دوباره رسیدیم اینجا، هنوز آرامش نداریم، پمپ فعال تر می شود و برمیگردیم به حالت آرامش. ببین دقت کن، وقتی میگم پمپ فعال تر می شود یعنی اینکه در تک تک نقاط نمودار پمپ فعال است، ولی اینجا پمپ بیشتر کار می کند، فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم رو دارم. سوال؟ در حالت آرامش غلظت سدیم هم بیرون بیشتره. حالا من یه سوال دارم از شما، میگم آخرین فرایند پتانسیل عمل چیست؟ آخرین فرایند پتانسیل عمل بگید ببینم، مثلا بسته شدن کانال درجه‌دار پتاسیمی، باز شدن کانال پتاسیمی، فعالیت بیشتر پمپ، باز شدن کانال سدیمی، بسته شدن کانال سدیمی، کدوم میشه؟ نمودار نشتی‌ها که بازن، نشتی‌ها که همیشه بازن. کیمیا اگر تصویرت رفته یه دور برو بیرون بیا داخل. حالا من میخوام ببینم که آخرین اتفاقی که در پتانسیل عمل رخ میدهد چیست. ببین کتاب شما یه جمله گفته، ببین کلمات تک تک مهمن. کتابت اینجوری گفته، گفته پس از پایان پتانسیل عمل فعالیت پمپ بیشتر می شود، یعنی این فعالیت بیشتر پمپ و جزء پتانسیل عمل نگرفته، یعنی پتانسیل عمل رو از این نقطه تا اینجا گرفته، این تیکه که فعالیت پمپه نه پتانسیل عمل نه آرامش، از اینجا به بعد میشه آرامش، اینجا هم بود عمل، این هیچی نیست، نه عمل نه آرامش. پس آخرین فرایند پتانسیل عمل بسته شدن کانال درجه‌دار پتاسیمی است. فعالیت بیشتر پمپ جزء پتانسیل عمل نیست، جزء پتانسیل آرامش هم نیست. چرا؟ چون تو کتابت این جمله رو نوشته، پس از پایان پتانسیل عمل فعالیت پمپ بیشتر می شود، یعنی پتانسیل عمل باید تموم بشود و فعالیت پمپ بیشتر بشود. حله؟ چی؟
پتاسیم هم الان بررسی میکنیم. پتاسیم هم الان بررسی میکنیم. بیام اینجا یه بار دیگه این نموداره رو یه جور دیگه شو ببینیم. خب الان اینجا این نمودار رو داریم میبینیم. بذار با خط سفید اینو مشخصش کنم، خیلی آبی واضح نیست. خب نگاه کن، دقت کن آقا، اینجا که پتانسیل آرامش بود، این بازه آرامش، اول پتانسیل عمل کانال دریچه دار سدیومی باز میشه. کانال دریچه دار سدیومی که باز میشه، ورود ناگهانی سدیوم رو به سلول داریم. خب سدیوم وارد میشه، پتانسیل میاد به صفر میرسه، از صفر میره بالا، میرسه به مثبت 30 و این بالا در قله کانال دریچه دار سدیومی بسته میشه. بعد دوباره کانال دریچه دار پتاسیمی باز میشه. وقتی پتاسیمی باز میشه، اینجا خروج ناگهانی پتاسیم از سلول داریم. پتاسیم از سلول میره بیرون. پتاسیم که میره بیرون، داخل منفی میشه میره اینجا و کانال دریچه دار پتاسیمی اینجا بسته میشه. لحظه ای که کانال دریچه دار پتاسیمی بسته میشود، پتانسیل عمل تموم میشه. این پتانسیل عمله و اینجا ما یه فعالیت بیشتر پمپی داریم که نه پتانسیل عمل نه آرامش. در مورد مقدارها و غلظت‌ها یک بار دیگه بگم آقا، مقدار سدیم همیشه بیرون سلول بیشتره، مقدارش همیشه بیرون بیشتر. غلظت سدیم این بالا داخل بیشتر از خارجه، اینجا هم داخل بیشتر از خارجه غلظتش، ولی پمپ فعالیت بیشتر میکنه، به آرامش میرسیم، باز غلظتش خارج بیشتر از داخله. پتاسیم آقا داخل بیشتر از خارج، داخل بیشتر از خارج، میرسم به اینجا، خارج بیشتر از داخل میشه. ببین اینجا الان پتاسیم خارج زیاده، داخل کم، و دوباره فعالیت بیشتر پمپ داریم، دوباره پتاسیم داخل زیاد میشه، خارج کم میشه. این از این نظر. ببین من نقطه به نقطه این نمودار رو باید بررسی کنم. یه شکلی اینجا داریم، نقطه به نقطه و لحظه به لحظه این نمودار رو میخوایم بررسی کنیم ببینیم چه جوریه. آره پتاسیم هم غلظت هم مقدار. لحظه به لحظه نمودار رو ببینیم چیه. آقا اینجا آرامشیم دیگه، اینجا در حالت آرامش، این نقطه، در این نقطه کانال سدیم، وقتی میگم کانال سدیمی راجع به باز و بسته بودنش میخوام صحبت کنم، منظورم کانال دریچه داره دیگه، نشتی که قطعا همیشه باز است، کانال دریچه داره میخوام. آقا کانال دریچه دار سدیمی اینجا بسته است، کانال پتاسیمی هم بسته است، پمپ هم فعاله، پمپ اصلا همه جا فعاله. میام به این نقطه میرسم که کانال برای پتانسیل عمل ایجاد بشه و اینجا کانال سدیمی، ببین چی مینویسم، باز میشود. نیاد بگه اینجا باز است، کانال سدیمی اینجا باز میشود، کانال پتاسیمی همچنان بسته است، پمپ هم که فعال. خب این نقطه رو فعلا ول کن، بیا این بالا. آقا این سه تا نقطه ای که اینجا کشیدم بغل هم، انا مجبور بودم اینجوری با فاصله بکشم، وگرنه این سه تا نقطه دقیقاً چسبیدن به هم، همشون چسبیدن به هم. الان اینجا کانال سدیمی ببین بسته
می شود. کانال پتاسیمی بسته است، پمپ هم که فعاله. هیچ توی این لحظه ای که قله نمودارم هر دو کانال همزمان بسته اند. الان کانال پتاسیمی بسته است، کانال سدیمی هم بسته است و پمپ هم فعاله. به اینجا میرسم که میخوام برم پایین. کانال سدیمی الان بسته است، کانال پتاسیمی باز میشود، پمپ همچنان فعال. آقا میرسم به آخر پتانسیل عمل. کانال سدیمی بسته است، کانال پتاسیمی بسته میشود، پمپ فعاله. آقا اینجا دقت کن، کانال سدیمی بسته است، کانال پتاسیمی بسته است، پمپ فعالتره، فعالیت بیشتر داریم. و دوباره میریم به آرامش. کانال سدیمی بسته است، کانال پتاسیمی بسته است، پمپ فعال است. به کلمه بسته است و بسته می شود دقت کن، باز است و باز می شود دقت کن. کانال سدیمی باز می شود، اینجاها کانال سدیمی باز است، کانال سدیمی بسته می شود، از اینجا به بعد کانال سدیمی بسته است. کانال پتاسیمی باز می شود، کانال پتاسیمی باز است، کانال پتاسیمی بسته می شود، از اینجا به بعد کانال پتاسیمی بسته است. پمپ همه جا فعال است، اینجا فعالتر است. و راجع به ورود سدیم، خروج سدیم، ورود پتاسیم، خروج پتاسیم دقت کن. میخوام ببینم آیا در این نقطه ورود سدیم دارم؟ بله دارم. کانال دریچه دار باز است، کانال نشتی باز است، سدیم داره میاد تو از کانال. پس میگم آقا انتشار تسهیل شده، آیا سدیم خارج می شود در این حالت؟ مگه پمپ نمیگم همیشه فعاله؟ وقتی پمپ همیشه فعاله، پمپ سدیم رو داره میبره بیرون دیگه. پس انتقال فعال، خروج سدیم انتقال فعال. آقا ورود پتاسیم دارم، پمپ مگه کار نمی کنه؟ انتقال فعال. خروج پتاسیم آیا دارم؟ کانال نشتی که همیشه بازه، خروج پتاسیم دارم. بله انتشار تسهیل شده. آقا یه چیز رو دقت کن، حواست باشه، اینا رو هر جای نمودار سوال بدن همینه. یعنی مثلا در این نقطه هم ازت بپرسن ورود سدیم چی میگه؟ انتشار تسهیل شده. در این نقطه هم ازت بپرسن ورود پتاسیم چی میگه؟ انتقال فعال. در تمام نقاط نمودار این صدق میکنه. جزوه نوشتم، کیمیا همه رو تو جزوه نوشتم. حالا میخوام چند تا نکته خیلی خفن بگم اینجا. بچه ها بیشترین اختلاف پتانسیل اینجا چنده؟ بیشترین اختلاف پتانسیل چند؟ بگید ببینم. چند میشه؟ مثبت 30، منفی 70، 70، 0، 30 چند؟ خب چی میگین؟ مثبت 30، 70. این هاش اف ما اینجا در وضعیت نامساعدیه. خب ببین اینجا رو، آها بیشترین اختلاف پتانسیل. ببین دارم میگم اختلاف پتانسیل، وقتی راجع به اختلاف پتانسیل صحبت میکنم راجع به قدر مطلق این عددا صحبت میکنم. بیشترین اختلاف پتانسیل 70 است. نیایی بگی مثبت 30، ببین ریاضی نیست. یه بار دیگه هم تأکید کردم اینجا زهرا، حواستو جمع کن.
این ریاضی نیست بگی مثبت سی بیشترینه. بیشترین اختلاف پتانسیل 70ه. کمترین اختلاف پتانسیل چنده اینجا؟ بگو ببینم. کمترین اختلاف پتانسیل چند؟ خب بچه ببینید اینجا کمترین اختلاف پتانسیلی که شما دارید میبینید صفر، کمترین اختلاف پتانسیل صفر. حالا ببین اینجا چه سوالی ازت میپرسم. میگم زمانی که اختلاف پتانسیل به صفر نزدیک میشود، گوش کن، زمانی که اختلاف پتانسیل به صفر نزدیک میشود، کانال دریچه دار سدیومی باز است، درسته یا غلطه؟ زمانی که اختلاف پتانسیل به صفر نزدیک میشود، کانال دریچه دار سدیومی باز است. بگید ببینم. درست یا غلط؟ خب دیگه غلط. ببین وقتی میگه پتانسیل به صفر نزدیک میشود، یه بار شما اینجا رو باید در نظر بگیری به صفر نزدیک میشود، یه بار از بالا میاد پایین به صفر نزدیک میشود. یعنی من دو تا شرایط دارم که به صفر نزدیک میشم. اگر از پایین بیام بالا میگم آره کانال لچه سدیومی باز است، ولی اگر بالا بیام پایین میگم کانال لچه پتانسیلی باز است. پس زمانی که پتانسیل به صفر نزدیک میشود نمیتونم بگم همیشه سدیومی باز است، یا نمیتونم بگم همیشه پتانسیلی باز است، ولی میتونم بگم زمانی که پتانسیل به صفر نزدیک میشود کانال لچه سدیومی میتواند باز باشد، کانال لچه پتانسیلی میتواند باز باشد، پمپ که فعال است قطعاً. حالا این جمله رو داشته باش. میگم زمانی که پتانسیل به صفر نزدیک میشود، زمانی که پتانسیل به صفر نزدیک میشود، یکی از کانالهای دریچه دار قطعاً بازد، درسته یا غلط؟ خب دیگه این درست. ببین الان اینجا که به صفر نزدیک میشم دریچه سدیومی بازه، اینجا که به صفر نزدیک میشم دریچه پتانسیلی بازه، پس یکی از کانال‌های دریچه دار قطعا باز است. حالا یه زمانی میگم زمانی که پتانسیل غشا از صفر دور میشود، باز باید دو نقطه رو در نظر بگیرم، یه بار از اینجا به از صفر دور میشم، یه بار از اینجا از صفر دور میشم، دو تا حالته. پس به صفر نزدیک میشه از صفر دور میشه، حالتاشو حواست باش. یک یه موضوع دیگرم دقت کن. ببین هر وقت دیدی یه جایی گفت ابتدای پتانسیل عمل، در ابتدای پتانسیل عمل، آقا من از اینجا تا این قله رو میگم ابتدای پتانسیل عمل، از اینجا تا این پایین رو میگم انتهای پتانسیل عمل، یعنی کل این مسیر انتهای پتانسیل عمله، کل این مسیر هم ابتدای پتانسیل عمل. یه موضوع دیگه، آقا نفوذ پذیری غشا نسبت به یونها رو دقت کن، در همه جا نفوذ پذیری غشا نسبت به یون پتاسیم بیشتر از سدیم است، به جز منطقه بالا روی نمودار. اینجا کانال های دریچه دار سدیمی باز است و سدیم داره وارد میشه، اینجا نفوذ پذیری به سدیم بیشتر است، ولی به جز اینجا در آرامش رو بگیرم، در پایین رو بگیرم، نفوذ پذیری نسبت به پتاسیم بیشتر است. اینم یه مطلب حله؟ سوال داریم بگین؟ خب سوال نداریم، بریم ما هم چند تا سوال ببینیم.
خب چند تا صحیح غلط داریم بچه‌ها، با هم جواب بدیم ببینیم. اول یک، میگه آقا پمپ سدیم پتاسیم همیشه در قشای یاخته عصبی فعال است. بگو درسته یا غلطه؟ پمپ سدیم پتاسیم همیشه فعال است. بگو ببینم. کلیه دیگه زهرا، کلیه. وقتی میگم نفوذ پذیری نسبت به پتاسیم بیشتره، منظورم همه چیه، کانال نشتی، کانال دریچه دار، پتاسیم بیشتر داره جابجا میشه. خب پمپ سدیم پتاسیم همیشه در قشای یاخته عصبی فعال است، درسته؟ دو، میگم ورود پتاسیم همیشه به یاخته طی فرایند انتقال فعاله، درسته یا غلطه؟ ورود پتاسیم همیشه انتقال فعال است. خب ببین حواسا جمع دیگه، مگه پتاسیم همیشه با پمپ وارد نمیشه؟ همیشه ورودش انتقال فعال است دیگه، پس این درست. سه، میگیم چی؟ میگیم خروج سدیم از یاخته همیشه از نوع انتشار تسهیل شده است، درسته یا غلطه؟ خروج سدیم از یاخته انتشار تسهیل شده است. خب خروج سدیم از یاخته مگه کار پمپ نیست؟ خروج سدیم از یاخته مگه کار پمپ نیست؟ پس انتقال فعال است. 4، میگه در قله نمودار غلظت سدیم درون نورون از بیرون آن بیشتر است. تو قله غلظت سدیم درون نورون از بیرونش بیشتره، درست یا غلط؟ باریکلا راجع به غلظت اگه بگه درست. 5، در قله نمودار، گوشو خوب دقت کن، مقدار سدیم بیرون نورون نسبت به داخل آن کمتر است. مقدار سدیم بیرون نسبت به داخل کمتره، آفرین، غلط. مقدار سدیم همیشه بیرون چیه؟ بیشتر است. خب بریم تست با هم ببینیم. تست اول، شما جواب بدین کدام مورد درباره دندیت یا آکسون حسی ممکنه میلین نداشته باشه؟ نه، همیشه میلین داره، بر اساس چیزی که در کتاب داریم همیشه میلین داره. میگه کدام مورد درباره پتانسیل عمل ایجاد شده در قشاع یک نورون صحیح است؟ بگو ببینم کدوم گزینه جوابمونه. نه حرکتی، نه دیگه زهرا، حسی رو داریم میگیم، حرکتی که اصلا دندیدش میلین نداره. آکسون اشاره، نه دیگه دندیدش نداره اصلا. اون فقط واسه رابطه که ما میتونیم چیزهای مختلف رو بررسی کنیم. خب بیایم اینجا سوال ببین، میگه کدام درمان پتانسیل عمل ایجاد شده در قشای یک نورون حسی صحیح است؟ 1، در ابتدای پتانسیل عمل، اول نمودار، اولش، کانال‌های دریچه دار پتانسیمی که غلط بود، سدیمی باز میشه. اول نمودارم کانال دریچه دار سدیمی باز میشه. هیچ. 2، بعد از پتانسیل عمل، ببینیم بعد از، یعنی پتانسیل عمل تموم شد، یعنی کانال درجه پتانسیلی بسته شد، بعدش، یعنی پمپ داره کار میکنه، داره درجه بعدش صحبت میکنه، فعالیت بیشتر پمپ، تراکم پتاسیم داخل نورون شدیداً کاهش خواهد یافت،
بعدش پمپ داره کار میکنه، پمپ پتاسیم میاره تو، پس تراکم پتاسیم داخل نورون افزایش مییابد نه کاهش. سه، با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر به مثبت سی، از صفر داریم میرسیم به قله، کانال‌های دریچه دار پتاسیمی بسته میشوند. غلط، بسته اند، بسته میشوند چیه؟ چهار، در پی بسته شدن کانال دریچه دار سدیم. ببین یه زمان میگه هنگام بسته شدن، یه زمان میگه قبل بسته شدن، یه زمان میگه بعد بسته شدن یا در پی بسته شدن. وقتی بعد از بسته شدن سدیم رو داریم میگیم، یعنی از قله داریم میریم پایین. وقتی از قله داریم میریم پایین، داره چی میگه؟ پتانسیل درون سلول نسبت به خارج منفی میشود. کاملا درسته. بعد از اینکه سدیمی بسته بشه، یعنی از اون قله، پتاسیمی باز میشه میاد پایین، داخل منفی میشه در پیش. جوابینه چهار. تست بعدی رو ببینیم. همه سلول های پشتیبان جای خالی هستند. همه جواب بفرستن ببینیم. همه جواب بیاد. سارا دو چرا غلط شد؟ بذار دو رو بگم. میگه دو، بعد از پتانسیل عمل تراکم پتاسیم داخل نورون شدیداً کاهش خواهد یافت. ببین بعد از پتانسیل عمل یعنی اینجا رو صفر بگیر. بعد از پتانسیل عمل یعنی از اینجا به بعد که پمپ فعال میشه، فعالتر شدن پمپ. وقتی پمپ کار میکنه سدیم رو میبره بیرون، به جاش پتاسیم رو میاره داخل، پس پتاسیم داخل زیاد میشه. کاهش غلطه. خب بریم تست بعدی. تمرین دو. بگو ببینم همه سلول های پشتیبان جای خالی هستند. بدو همه بگید ببینم. باریکلا. خب آقا میگه همه سلول های پشتیبان، یک، انتقال دهنده پیام، اصلا پیام عصبی انتقال نمیدهم، کار نورونه. سلول های غیر عصبی هسته دار، درست، غیر عصبی هسته دار. سه، سلول های مؤثر در تغذیه، گفتم برخی در تغذیه. چهار، عایق کننده دندیتا و اکسونا، برخی در عایق کردن نقش دارن، ولی گفتم همه شون سلول های غیر عصبی و هسته دارن. بریم تست بعدی. تست سه رو بگو. تست سه، همه جواب بدن. میگه برای رسیدن پتانسیل غشای یاخته عصبی از مثبت سی به صفر، جای خالی میشوند. مثبت سی به صفر یعنی از بالا داریم میایم پایین. وقتی از بالا دارم میام پایین، کانال دریچه دار پتاسیمی باز میشود. یک، درست. دو، میگه کانال سدیمی باز میشه. غلط. سه، میگه پمپ سدیم بوده فعالتر، اون که واسه تب بود. چهار، میگه کانال های دریچه دار سدیمی پتاسیمی باز، کانال دریچه دار با هم باز نیستن، سدیم پتاسیمی با هم باز نیست هیچ وقت. تست چهار بدو. با فرض اینکه تراکم یون پتاسیم داخل نورون شدیداً کاهش یافت، سدیم درون سلول انباشته گردد، جای خالی در برقراری پتانسیل آرامش اثر سو دارد. ببین اول باید لحظه ای رو که داره میگه رو ببینیم کجاست، کدوم نقطه نمودار
داریم که پتاسیم داخل سلول شدیداً کم شده، سدیم توی سلول زیاد شده، اون نقطه رو پیدا بکنم. بعد میگه چی در برقراری پتانسیل آرامش اثر سوء دارد، اثر منفی دارد، یعنی چی کار، چه اتفاقی بیفته که پتانسیل آرامش برقرار نشود؟ اثر سوء دارد یعنی میام این ور که ببینید. خب من یه شکل اینجا میکشم، اون لحظه رو مشخص کنم، جایی که پتاسیم تو سلول کمه و سدیم تو سلول زیاده این نقطه است، اینجاست. ببین اینجا کانال دریچه دار پتاسیمی باز شده، پتاسیم رفته بیرون، اینجا پتاسیم تو سلول کمه، سدیم تو سلول زیاد. خب از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ کانال دریچه دار پتاسیمی بسته میشه، پمپ فعالتر میشه، این اتفاقات بیفته پتانسیل آرامش برقرار میشه. خب آقا میگه فعالیت پمپ سدیم پتاسیمی که پتانسیل آرامش برقرار میکند، میگه اصلا منفی داشته باشه، برقرار نکند. دو، باز شدن کانالهای پتاسیمی. خب کانال پتاسیمی اینجا باید بسته بشه، اگر باز بشه اثر منفی داره دیگه، اثر سوء داره، این درست. سه، بسته شدن کانال سدیمی، درسته کانال سدیمی بسته است، اثر مثبت داره. فعالیت پروتئین هیدرولیز کننده ATP در قشا، پروتئین هیدرولیز کننده ATP در قشا یعنی پمپ، یعنی داره میگه آقا فعالیت پمپ این که اثر مثبت داره، دنبال اثر منفی میگرده. پس میشه گزینه دو. ببین حواست باشه توی این نقطه کانال دریچه دار سدیمی بسته است، پتاسیمی بسته است، پس هر کدوم اینا باز بشن اثر سوء دارن. پمپ فعالتره، پس اگه پمپ کمتر کار کنه اثر سوء دارد. چی پرسیدین؟ خب ببین اینجا غلظت ها مهمه دیگه، الان اینجا کانال دریچه پتاسیمی باز بشه غلظت ها فرق، الان غلظت پتاسیم بیرون بیشتره پس پتاسیم میاد تو، یا الان غلظت سدیم داخل بیشتره پس سدیم میره بیرون، یه اثرات منفی داره. درسته پمپ هم داره همین کارو میکنه، ولی این اثرش اثر خیلی مثبتی نیست، چون غلظت و مقدار داره کارشو به هم میزنه. تست 5، مثلا مقدارم اینجا مطرح میشه دیگه، مقدارم اونجا مطرحه، میبینم که مقدار سدیم بیرون بیشتره همچنان. خب بیرون از سدیم اشباعه، درسته؟ اگر بخواد بر اساس شیب هم حرکت کنه از تو بره به سمت بیرون، باز بیرون اشباعه از سدیم، پس سدیم چون انقدر زیاده میاد تو همچنان. به مثل این میمونه که من این اتاقم پر آدم کردم، خب بیرونم کلی آدم وایساده، من اگه در اتاقم رو باز کنم هم اونا از بیرون فشار میارن بیان تو، هم تویا فشار میارن برن بیرون، تبادل درستی اینجا انجام نمیشه. بحث اینجا اینه. تست 5 رو بگیم. تست 5 چی میگه؟ تست 5 میگه آقا همواره یک هدایت در رشته های میلیندار سریعتر از رشته های بدون میلین است. آقا گفتم همقطر، در دو تار همقطر اونی که میلین دارد سرعتش بیشتر از اونیه که میلین ندارد، پس این غلط همقطر رو نگفته. دو، با خروج پتاسیم از یاخته عصبی پتانسیل داخل
نسبت به بیرون منفی تر می شود. پتاسیم خارج بشه داخل نسبت به بیرون منفی تر میشه. میگه همواره. مگه آقا، مگه در حالت آرامش کانال نشتی سدیمی باز نیست، کانال نشتی سدیم باز نیست، نشتی پتاسیم باز نیست، باز و پتاسیم داره از اینجا میره بیرون، درسته؟ داخل منفی. در حالت پتانسیل عمل که داریم از قله میایم پایین، کانال نشتی پتاسیم بازه، کانال دریچه‌دار هم بازه، بازم پتاسیم داره میره بیرون و داریم داخل رو منفی میکنیم. ولی خب یه قسمتایی از مسیر مثبته، فعلا اینو داشته باشم. سه، میگه مقدار سدیم در خارج یاخته عصبی از داخل ها بیشتر است. آقای کاملا درست، مقدار سدیم همیشه در خارج از داخلش بیشتر. یعنی درست‌ترین گزینه رو دارم میبینم. چهار چی میگه؟ خروج پتاسیم از نورون طی انتشار ساده است. خروج پتاسیم از نورون، میگه انتشار ساده است، انتشار تسهیل شده است. اینجا ما انتشار ساده نداریم. جواب گزینه سه است. گزینه دو رو چرا رد کردم؟ اون قسمت بالا پتانسیل داخل مثبت است. خب بچه برای امروز فکر می‌کنم کفایت میکنه. من یه چند تا توضیح بدم بهتون. ببینید کتاب 11 هم گفتم اون اول درسم که کتاب مهمیه، چون تست زیادی ازش میاد و یه موضوع داریم که خیلی باید کار بیشتری انجام بدیم. حتما یه گروه تلگرامی ما میزنیم و بچه ها رو عضو اون گروه تلگرامی میکنیم. یه ادمین میذارم اونجا که یک دانش آموزای خودمه، رتبه خوبی داشته، پزشکی قبول شده، که سوالاتتون رو جواب بده. خودم هم یه روز در هفته تایم رو باز میکنم، سوالاتتون رو حتما جواب میدم. تکلیفاتون اونجا بررسی میشه، تکلیفا باید دیده بشه. و یه موضوع دیگه این که هر جلسه من آزمون میگم، در واقع هر جلسه نگم، هر هفته ما یک آزمون برگزار میکنیم، توی سایت اینترنتی برگزار میشه. حالا چجوری آزمون بدیم من میگم. و برای جلسه آینده جزوه رو که برداشتین از توی همین اسکای روم، میتونید تست ها رو تا پایان پتانسیل عمل جواب بدید. تا آخر پتانسیل عمل تست ها رو جواب بدید و داشته باشیم. سوالی چیزی دارین بگین، من در خدمتون هستم. خب بله بله زهرا، چون بزرگن نمیتونن از طریق انتشار ساده عبور کنن دیگه. جزوه دستنویس هم چشم میذاریم دیگه. ببین نفوذ پذیری فشار نسبت به پتاسیم همیشه بیشتر از سدیم است. فقط در قسمت بالارو اینجوری نیست، فقط در قسمت بالاروی که نفوذ پذیری نسبت به سدیم بیشتر از پتاسیم است دیگه. خب چون کانال دریچه داره سدیمی باز شده دیگه و سدیم انقدر زیاد داره میاد داخل که داخل داره مثبت میشه، پس نفوذ مثبتایی که دارن وارد میشن بیشتر از مثبتایی هستن که دارن خارج میشن. کانال نشتی بازه، پتاسیم داره میاد تو، ولی خب پتاسیم داره میره بیرون، ولی مثبتایی که دارن میان تو بیشترن که داخل داره مثبت میشه دیگه. خب بچه ها اگه سوالی ندارین به خدای بزرگ میسپرمتون. ایشالله که موفق باشین. قربون شما، مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم. تا جلسه بعدی، خداحافظ.